یک شنبه سوم بهمن سالن مجلل استراتمور در ایالت مریلند آمریکا میزبان صدها ایرانی بود که برای یادبود شاهپور علیرضا پهلوی، پسر کوچک آخرین شاه ایران که در 44 سالگی به زندگی خود پایان داد، گرد هم آمدند. مراسم با حضور اعضای خانواده پهلوی برگزار شد و بسیاری از ایرانیان از شهرهای مختلف آمریکا و اروپا برای گرامی داشت یاد شاهزاده و همدردی با خاندان پهلوی در آن شرکت کردند. در میان حاضران جمع بزرگی از دست‌اندرکاران وسایل ارتباط جمعی، هنرمندان و چهره‌های سرشناس سیاسی ایرانی به چشم می‌خورد. اگر رو این تنین جسم آفت توست، همان جان فریدون شد که بودی. مراسم به دلیل عشق و علاقه علیرضا پهلوی به موسیقی کلاسیک و شعر، با خواندن قطع شعری از مولانا توسط آقای فریدون فرهندوز از گویندگان ناماشنای رادیو و تلویزیون ایران و اجرای قطعات کلاسیک توسط هنرمندان جوان تارا کمانگر و سیروس بروخیم حال و هوایی شاعرانه به خود گرفت. دو تن از دوستان نزدیک علیرضا پهلوی، فرداد فروزان و رحیم شایگان، خاطرات خود را بیان کردند. در پایان شاهزاده رضا پهلوی و شهبانو فرح پهلوی از ایرانیان سراسر جهان برای همدردیشان سپاسگزاری کردند و با به یاد آوردن خاطراتی از علیرضا و توصیف شخصیت او به عنوان فرزند و برادر یادش را گرامی داشتند. بسیاری از شما می‌دانید که در زمانی که این اتفاق شوم در مملکت ما افتاد، خب برادرم سن جوانی داشت و خواهرش لیلا، خواهر من همینطور، و شاید اون رنج و دردی که در پدر خودشون دیدند و از دست دادن زودرس پدرشون، تمام این مسائل شاید قد داد به این که خیلی از مشکلات و ناراحت دیگر رو هم انباشته بشه و برحال آنچه شده شد. از شما که در شهرهای میهنمان به یاد او بودید و با شمع‌های روشن یادش را گرامی داشتید سپاسگزارم. پیام‌هایتان از این سو و آن سوی جهان در این شب‌های بلند پر از درد چراغ خانه ما شده‌اند. غم این مادر که چون دو فرزند از دست رفتهش شاهزاده بودند، از غم هیچ مادر دیگری که فرزندی از دست داده سیاه‌تر و سنگین‌تر نیست. هر مادری شازده خانم و شازده پسری دارد. تانیا دربند، صدای آمریکا، واشنگتن.